خوشمزه است این مغزا. ای جان، اینجا کجاست؟ دوست دارم به چرخم پروانه ها رو ببین. افتادم زمین که این حال خوشو. دوست دارم همیشه اینطوری باشم. وای چرا سرم گیج میده. چتر یادت نره. اکران خصوصی فیلم عالی بود. آره جالب بود، خیلی خوب بود. شما ماهیا حرف میزنیم؟ این یه رازه. آره یه رازه. حالا که چی میخوای چیکار کنی؟ میخوای یه داستان از یه دختر مهربون برات بگم تا فیلمشو درست کنی؟ من میتونم یه داستان از یه سوپرستار سینما بگم که حتما جذابترم میشه. هر کدوم داستان خودتونو بگین. داستان من مربوط میشه به یه دختر مهربون به اسم پری. این دختر کوچیکه که اسمش پریه با خواهرش پریزا و شوهر خواهرش که اسمش عادله زندگی میکنه. تنها کاریم که بهش آرامش میده اینه که بیاد پای پنجره و ساعتها رفت و آمده مردم رو تماشا کنه. چه جالب، یکم آرومتر بگو تا من بتونم بنویسم. پس من چی؟ تو هم بگو عزیزم. داستان من مربوط به طبقه بالای خونه پریه، یعنی همون خونه خانم ژیلا محمدی سدید. توی فیلم فرودگاه من هم بازی داشتن. آره ببین، اون پری که بهت گفتم پری جون یه روز جلو پنجره اتاقش ایستاده بود و داشت بیرون رو تماشا میکرد که تمام این سالها تو اینجا بودی؟ تو اینجا بودی؟ تو اینجا بودی؟ من همیشه اینجام. من پریم. همه جا رو دنبالت گشتم. خیلی دنبالت گشتم، همه جا رو دنبالت گشتم. من فکر نمی کردم اینجا پیدات کنم و اینجا باشی. در چنین روزی اینجا من تو رو ببینم. چطور مگه؟ آها، شما دوست دارید بازیگر بشید. طبقه بالا خونه خانم سدیده. من پریم. به من کسی توجه نمی کنه. طبقه بالا خانم سدید زندگی می کنه. نه خانم ژیلا سدیدو من ارادت دارم، هنرمند بزرگیه. ولی اما من چرا باید بهشون کار داشته باشم؟ تو؟ من؟ تو؟ من؟ تو گم شده منی پری. بله پری، مرسی که هستی پری. مرسی، ممنون پری.
پری من نوازندم. چه سازی میزنی؟ من دف میزنم پری. من عاشق دفم. فهمیدم، من فردا با خودم دف میارم. پری عشقم یه نگاه میکنی به من پری؟ مرسی پری. آرمان عاشق پری جون شد. خانم سعید، کاش پشت پنجره بودی منو میدیدی، شاید ازم خوشت میومد، میبردی منو بازیگری سینما، از درسایی که اصلا هیچ ارتباطی به هنر ندارند راحتم میکردی. حالا ما که از این شانسا نداریم، شما هم که اصلا پشت پنجره نمیایین که منو ببینین، هیچ وقت شانس نداشتم. خب پس چرا نرفت خونه خانم سعید؟ در میزد. خب آخه نیمو خجالت میکشید. نیمو بارها بارها رفت پای پنجره خانم سعید، هی ایستاد، هی منتظر موند تا شاید خانم سعید سرش از اون پنجره بیاره بیرون و اونو ببینه، اما خانم سعید نمیومد که نمیومد. بیچاره خانم سعید حتما روحشونم از پای پنجره خونهشون بیخبر بوده. آره، هم بیخبر، هم گرفته، هم تنها. همون موقع بود که رفت پای پنجره. ها خانم سعید، خانم سعید، من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. هر کی منو میبینه خوشحاله. بله، میخوای سلفی بگیری با من؟ نه، برو بابا. نه من سلفی نمیخواستم بگیرم که، من میخواستم من رو یک کارگردان معرفی کنین، من میخوام سلبریتیشم، خواهش میکنم. شانسم ندارم. ژیلا فکر میکرد نیما مثل بقیه آدم هاست که فقط برای گرفتن عکس و سلفی باش کار دارن. غزاله جون، پس کی نوبت من میشه؟ منم میخوام حرف بزنم. بگو عزیزم. آره آره، آرمان طبق قولی که به پری داده بود با ساز رفت پای پنجره پری جون. اه پری، منتظر من بودی برای دفع آوردن دفع بزنم؟ پری برای من؟
شما اسم من از کجا میدونید؟ پری شوخی نکن دیگه. پری منم عشقت قلبت. دیروز من این قرار نذاشتی امروز بعد دف بیارم. مگه نگفتی دف دوست داری؟ دوست دارم. من به شما گفتم؟ من یادم نمیاد. اصلا ما هم دیگه رو میشناسیم؟ پری اذیت نکن دیگه. میدونم داری شوخی میکنی. باشه شوخی کن. من الان برات دف میزنم عشق من که همه چی یادت بیاد. عزیز دلم. میزنم فقط به یاد و عشق خودت پری عزیزم. آقا با شما جونم کجا رو داری نگاه میکنی؟ ساختمان روبرو دیگه. ساختمان؟ کدوم ساختمان؟ آره خب ساختمان روبرو؟ ساختمان روبرو رو دیگه نگاه میکنم. مشکلی داری بگه داری پری من نگاه میکنی؟ نه خانم سلید نگاه میکنی طبقه پایین رو نگاه نکنی اون عشق منه. اوکی باش فهمیدم. قلب منه. باشه فهمیدم. اوکی تمام بزنی بحبه. ای جونم یعنی پری اصلا یادش نبود که قبلا آرمان رو دیده؟ نه پری اصلا یادش نبود. آرمان که رفت خونه به این موضوع خیلی فکر کرد. امروز چرا پری اینجوری کرد؟ یعنی هرچی من بهش میگفتم واقعا منو نمیشناخت. اما فکر کنم نه، اون خیلی زرنگتر از این حرف هاست. میخواست منو امتحان کنه. من میدونم حتما همینه. اون میخواد منو تست کنه، منو امتحانم کنه. فردا میرم چنان براش مینوازم که بفهمه که عشق من بهش واقعیه و من از صمیم قلبم دوستش دارم. پری 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 من واقعا عاشقتم. حالا پری چرا یادش نمیومد؟ مگه بیماری خاصی داشت؟ نه پری سالم سالم بود. اما پری شبا که میخوابید شوهر خواهرش عادل وای چه وحشتناک. آره بیچاره آرمان خبر نداشت چه اتفاقی برای پری میفته. سلام عشق من، الان منتظر من بودی؟ آره آه. که من بیام؟ آره آره عشق من. چی؟ چرا هیچی نمیگی؟ با منید؟ آره با شما. ببخشید شما؟ من عشق آرمانم. عشق من؟ دیروز باهات صحبت میکردم برای دف زدم. ببخشید به جا نمیارم. شوخی نکن دیگه پری، منم آرمان. این همه برات ساز زدم، نکنه خواهر دوقلو داری؟ نه من خواهر دوقلو ندارم. اگه دوست نداری نیام بگو. خب نیام. نه من که چیزی نگفتم. من
اومدم باز برات ساز بزنم پری. واسه شما، واسه عشقم. مگه نگفتی من دف دوست دارم، موسیقی سنتی دوست دارم؟ آره من دوست دارم، ولی من کی گفتم؟ شما از کجا میدونی؟ پری واقعا یادت رفت؟ پری بله پری حالا این خودتو با اون در بزن، اشکالی نداره. من قولی که دادم سر قولم هستم، میخوام بعد ساز بزنم. بدونی من چقدر دوستت دارم پری. پری تو قلبمی پری. ممنون. من که شما رو نمیشناسم ولی ممنون. پری عاشقتم من. پری فقط به عشق خودت پری، همیشه تو قلبمی. ای سلسله و ناز نگاه تو بگردم الهی الهی، میخانه ی چشمان سیاه تو بگردم الهی 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 الهی، کشتی تو مرا بس که به من وعده ندادی به امروز به فردا. خب شوهر خواهر پری چرا این کارو میکرد؟ چرا حافظه کوتاه مدت پری رو میدزدید؟ آخه عادل همه احساسات پاک و عاشقانه آرمان رو جذب خودش میکرد و سرخوشی عجیبی بهش دست میداد. خب آقا خوابیدن که همه آره سکوته بریز. بیا 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 دوست دارم، مغزار دوست دارم. ای جان ای جان وای چقدر ترسناکه. آره خیلی ترسناک شد. چه زندگی دارم من هر شب. چه حالی دارم، سرخوش سرخوشم. چه مغزایی، آه دوست دارم همش یه جا بخورم. عاشقم عاشق دیوونم، مست مستم، سرخوش سرخوش استفاده میکنم از زندگی. هر شب داره تموم میشه اما لذتش هم هست. قتلی جو قتلی جو بگی منم از داستانم بگم، اینقدر تو حرف نزدی که. بگو عزیزم. نیما باج رفت به سراغ خانوم صدیق. خانم صدیق، خانم صدیق، من میخوام بازیگر بشم، نمیخوام با شما سلفی بگیرم که، من میخوام پیشرفت کنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خوب من بازیگر بودم، خوشبخت شدم. تو هم میخوای بازیگر بشی؟ برو بابا. خواهش میکنم پنجره نبندید. آخه چرا؟ ای بابا بازم خانم سدید ردش کرد. آره بعدش. ای بابا تو که جلوی پنجره منو اشغال کردی، پسر چی میخوای از جون من؟ خواهش میکنم خانم سعید، خواهش میکنم، من میخوام پیشرفت کنم تو عرصه سینما.
یکی از ارگوهای بازیگری من شما هستین. چرا من؟ آخه شما رو همه میشناسن. مش حسن. مش حسن کیه پسر؟ بابای خدیجه خانوم. بابای خدیجه کیه؟ همونی که تعمیر کاره، عکس شما رو بغل دیوارش زده. من همیشه موتور رو خراب میکنم میرم عکس شما رو ببینم. ای جان ببین، فکر کردی بازیگری راحته؟ فکر کردی بازیگران وقتی که عشق هم بازیگریه. میدونی من از کجا اومدم؟ من 1000 کیلومتر دورتر از شهرستان اومدم، چند روز اینجا علاف شدم به خاطر اینکه شما رو ببینم، تا منو معرفی کنه به یه کارگردان درست و حسابی که منو انتخاب کنه. برو بابا، تو چه فکرایی میکنی؟ پیش 1000 کارگردان رفتن، همه منو رد کردن یا گفتن زنگ میزنیم، هنوز زنگ نزدن. برو پسر خوب، تو از منم بدبختری. برو برو بابا. آخه یادتونه با خانم شدید شنگ زدین در مورد آقای ساعتی؟ سلام خانم شدید. سلام عزیزم، حال شما خوبی؟ مرسی ممنون جون دلم، بفرما. چیزی که به خاطرش بهت زنگ زدم خب اینه که آقای ساعتی با من صحبت کرده. خب تا واسطه امر خیر بشم. مبارک باشه انشالله. شما دیگه وا من از نگاهش متوجه می شدم. بیچاره خیلی پیگیره. آره ما خیلی با هم بازی داشتیم. من از نگاهش متوجه می شدم که این دور خواهش می‌کنم با خانم صحبت کنیم، خودم میونی کنیم، چون می‌دونه که من با شما دوست صمیمی‌ام. خواسته که یه جورایی پادر میونی کنم تا شما بهش جواب مثبت بدید. ازم خواهش کرد که پیگیر بشم برای این. غزاله جون خودت میدونی من 16 سالم بود که مادرم رو از دست دادم، ولی پدرم برای من هم مادر شد هم پدر. من به خاطر ایشون نخواستم ازدواج کنم، چون پدرمه، عزیزمه. میدونی ایشون اون موقعی که من کوچیک بودم به خاطر من مجرد موند، الانم من باید به خاطر ایشون بمونم. یعنی دیگه نمیخوایی اینجا ازدواج کنی؟ نه اصلا. باشه خانم سرید، پس میبینم توی اکران خصوصی. مشکرم عزیزم. ایشالله ایشالله میبینم ات عزیزمی. قربونت. خدافظ. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. همچون گل آمدی ای نوبهارم، پایان بخشیده ای بر انتظارم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. همچون گل آمدی ای نوبهارم، پایان بخشیده ای بر انتظارم. پدر خانم صدید خیلی ناراحت بود. ای وای. البته از آقای ساعتی هم خوشش نمیومد. شد خزان گلشن آشنایی، جانم آمد. بابا. جان بابا. کجایی دخترم؟ دارم برات چایی درست میکنم بابا جون. بیا بابا گوشیت داره زنگ میخوره. چیه؟ بذار ببینم. قد شد که ببین عزیزم،
اگه این یارو ساعت چی بوغ بوغ چی بودا بگو دیگه اینجا زنگ نزنه. نه پدر جان، بوغ چی چیه؟ یادت میومد در خونه و بوغ بوغ بوغ؟ آره. من اسمشو گذاشتم آقای بوغچی. ای جان. آره، بار چهارمی که آرمان پری رو دید. سلام پری، عشق من، منتظر من بودی؟ ها؟ من میدونستم که تو عاشق من بودی، میدونستم تو داری منو امتحان میکنی. چی؟ دیروزم که گفتی من نمیشناسی فهمیدم داری شوخی میکنی. ببین من عاشقتم که این همه ساز با خودم آوردم که فقط واسه تو ساز بزنم. برای من سازامو ببین. ببخشید شما؟ پری، وای خدای من. پری، من آرمانم، عشق تو، همونی که کنار پنجره منتظرش میمونی. نامردی نکن پری، قلب منو نشکن. شما وایستادم، من همین جوری وایستادم که خیابونو ببینم، آسمونو ببینم. آها، حتما تو از اون خانمایی هستی که همیشه همین چیزو یادشون میره. آره، ولی میدونم تو داری فیلم بازی میکنی، مثل اون فیلم آدم سندر و درو بریمور. اون چیزایی که میگی و من نمیفهمم. من اومدم اینجا میخوام اینا رو برات بنوازم تا بدونی که عشق من به تو یه عشق واقعیه. واقعا عاشق منی؟ آها، شما با طبقه بالا خانم سدید کار دارین. اون خانم بازیگر و مشهوریه، خیلی خوبه، ولی من پریم. من اشتباه گرفتی. پری، پری، روز اول بهت گفتم من کاری با خانم سدید ندارم. چرا اینقدر اینو تکرار میکنی؟ این حرفا رو روز همون روز اول هم زدی. ببین پری جان، چه شوخی بکنی چه جدی، من عاشق تو هستم و اومدم به خاطر عشقمون امروز برای تو ساز بزنم، همون سازی که دوست داری. مرسی. بیچاره آرمان. چی بگم؟ دوام بیا بیا کم کم بیا خیلی عالم خوبه، عالم خوشه، خوشی رو دوست دارم. بیا بیا بالا، عالم چرا اینطوری میشه؟ عالم خیلی خوبه، بخورم همشه بیاره، دوست دارم، خب همه رو بخورم. تو عروسک قشنگ منی، خیلی خوشگلی. سلام عشقم. پری پری پری، من دیشب همش داشتم به تو فکر میکردم. تو هم به من فکر میکردی؟ ببخشید شما؟ پری پری پری، یعنی میخوای بگی شما اسم منو از کجا میدونی؟ پری، یعنی میخوای بگی همه اون سازای دیروزم یادت نیست؟ یعنی من با چه عشقی برات زدم اونا رو ساز؟ تو این هوای سرد واسم. کدوم ساز؟ یعنی هماهنگای دیروزم یادت نیست؟ آهنگ نه برای من زدی؟ پری، یعنی یادت نمیاد که ما با هم چه صحبتهایی داشتیم، چه حرفهایی زدیم، چه حرفهای عاشقانه بینمون رد و بدل شد؟
من با هیچ کس رابطه عاشقانه ندارم. چرا اینو میگی؟ خب خب فهمیدم، شما از اون خانمه مازون خیستی هستید که نه نه سادیست دارید. من؟ که دیگران من؟ رو آزار میدید و عاشق خودتون میکنید، بعد هم زجرشون میدید، بعد هم زیر پا لهشون میکنید. حتما از اون تیپ آدم هستید. باونی من؟ نه من هیچ کس آزار نمیدم، حتی مورچه. من ماهیام هم آزار نمیدم. منو که آزار دادی، تو منو آزار دادی. الان نزدیک چند روزه، یه روزه، دو روزه، سه روزه، چهار روزه خواب و خوراک همه چی از من گرفتی. من میام اینجا همش برات آواز میخونم، آهنگ میزنم، باز یادت نمیاد، هیچی رو یادت نمیاد، بعد میگی آدم خوبی هستی؟ من اصلا تو با منی؟ به من فوش میدی؟ من هیچ کس رو اذیت نکردم؟ نه نه دروغه، همش دروغه، تو دروغی. اصلا معلوم نیست عکسی اونجای وایسادی، معلوم نیست کی هستی، که هر وقت من میام میگی هیچی یادم نیست. برو دیگه نمیخوام ببینمه. باعث تأسفه، چه سرانجام تلخی. آره قصه اما هنوز ادامه داره. واقعا چرا اینجوری شد؟ این چه کاری بود من کردم؟ من پری رو از خودم رنجوندم. حالا چیکار کنم؟ من واقعا چیکار کردم؟ من نمیتونم بدون پری زندگی کنم. من احمد زدم همه چی رو داغون کردم. ببینین همه مدت گذشت، یه دختر اومد به حرفای دل من گوش کرد، بعد من دیوونه زدم، همون رابطه رو نابودش کردم. شانس هم ندارم، اینا همش از بخت بد منه. اونی هم که دوستش دارم حرفای منو یادش میره. همون باید برم هر جور شده از دلش در بیارم. امیدوارم که همه چی یادش رفته باشه. آره برای همین همون روز دوباره رفت به دیدن پری، برای اینکه عذرخواهی کنه. منو ببخش پری جان، راستش من حقیقتش صبح نفهمیدم چی گفتم. من نمیدونم شما چرا اون همه صبح به من فوش دادید. اصلا من چرا به خاطر اون موضوع این همه گریه کردم؟ هیچ کس تا حالا با من اینجوری رفتار نکرده. حتما شما منو با خانم سدید طبقه بالا اجتماع گرفتید. خانم بازیگر و مشهوریه، کسی که منو دوست نداره. بری آقا من چی کار دارم به خانم سدید؟ من به خاطر تو میام اینجا، دیروزم به خاطر تو اومدم. من دیروز اومدم، پنیروزم اومدم، چند روز پیشم اومدم. دیروز نیومدی چون من شما رو یادم نیست. آخه چطور میتونه یادت نباشه؟ من پس پنیروزم اومدم، دیروزم اومدم، اون روزی از اون روزترشم اومدم. من میدونم روز اول من بدون ساز اومدم، گفتی دف و دوست داری. آره من دف و دوست دارم. به من گفتی من دف آوردم زدم برات، بعد تیمپو آوردم زدم برات، بعد میبینی که دست و بالم پر سازه، دیگه اومدم بازم اینا رو واسه تو بزنم عشقم. پس چرا صبح به من فوش دادید؟ پری من بخاطر این که منو نشناختی فوشت دادم. ببخشید، من عذرخواهی میکنم. نه من نمیتونم ببخشمت. کسی که تو اولین برخورد انقدر به من فوش میده، من نمیتونم ببخشمش. من دیگه نمیخوام ببینمتون، دیگه نمیخوام. پری ببخشی. وای نه پری.
خالی کنم، امشبم لذتشو ببرم. آره یعنی چی؟ چرا منو یادت نمیمونه؟ چرا اینقدر من اذیت میکنی؟ آخه چرا من اینقدر تغییر میکنی؟ بدی هم داره خاطرات بدبوی چرا احساس منو به بازی گرفتی آخه؟ حالم بد شد، امشب چی کار کنم؟ وای وای اینا چیه دیگه؟ حالم داره بد میشه. اه اه اینم از امشب ما، اینم از امشب ما. وای سردردم و چی کنم؟ شبم سردردم، امشبم هم که خراب شد. وای وای برم یه دراز بکشم، یه قرص بخورم، شاید سرم یکم بهتر بشه. اون شب آرمان تا صبح خوابای وحشتناکی میدید. پری تو به من جواب رد دادی، اصلا حاضر نشدی بدونی من کیم، من چیم، تو تمام وجودم شدی، امروز منو رها کردی. این زندگی نکبت بارو دیگه نمیخوام، دیگه نمیخوام، من خودم از این بلکو میندازم پایین، من خودم میکشم، همش به خاطر توه، به خاطر تو هیچ وقت من نفهمیدی که چقدر دوست دارم. لعنتی نفهمیدی که من چقدر دوست دارم. حالا میندازم خودم پایین. وای خدا اینجا چقدر گوده، وای خدا چقدر گوده اینجا. نه دره، منم دره میترسم، من میرم. نه من باید خودمو بکشم، حالا میپرم پایین. سلام. پری ببخش منو دیروز که اون حرفا رو بهت زدم. ببخشید شما؟ چه خوب، یعنی هیچ یادت نمونده من دیروز به چی گفتم؟ ببخشید مگه شما دیروز چی گفتی؟ نه هیچی نگفتم. ببین پری حالت خوبه؟ مرسی خوبم. اسم من از کجا میدونید؟ خوبه پری جان، من خوب میشناسمت، چون که هر روز میام اینجا شعر آواز میخونم، تو هم منو دوست داری، ما هم دیگر رو کلا خیلی دوست داریم. پری جان من شما رو دوست دارم. آها حتما شما با خانم صدی طبقه بالا کار دارید. من پری هستم که اسمم رو میدونید. راستی اسم من از کجا میدونید؟ نگفتید. ببین ما خیلی با هم صحبت کردیم عزیزم، حالا نمیدونم تو چرا حرفای من رو یادت نمیاد، اما من دیروز اومدم و روزهای دیگه هم همیشه میام به تو ابراز علاقه میکنم، چون تو دفت رو دوست داری. من امروز اومدم باز برات بخونم. آره من خیلی دفت دوست دارم. شما از کجا میدونید؟ حالا این حرفا رو ول کن، امروز به عشق خودت اومدم اینجا، هرچی دوست داری برات بنوازم. من خوشحال میشم که صدای ساز شما رو بشنوم. مرسی عشقم، اجازه بده سازم رو در بیارم. فقط به عشق خودت، بازم مثل همیشه پری جونم.
عشقم یه دقیقه وایسا. چی میخوای اینجا؟ داری برای اون میزنی؟ چرا نگاه میکنی؟ اینو پاشو، من واسه پریم دارم ساز میزنم، واسه عشقم. ناخلا عاشقشم، زندگی منه. میدم داری واسه اون میزنی، ساز خیلی خوب میزنی. برو بذار من کارم انجام بدم. باش پری، عاشقتم، بازم به عشق خودت، زندگی من، بازم به عشق خودت. چی بگم؟ حرفی بینمون نیست. پس برای چی اومدی اینجا نشستی؟ آخه شما که الگوی بازیگری من هستین، کسی که از طریق اون عاشق بازیگری شدم، عاشق رفتار و منش شما هستم، بعد شما من میگید برو سلفی بگیر. سینما خیلی سختی داره، میدونی اینا رو؟ بله، من با آگاهی کامل اومدم پیش شما. ببین، شما برو فیلم سهم من ساخته مریم پیروند و از استاد داروش سماواتی رو ببین. ببین 50-60 سال چی کشیده، خاک سینما رو خورده. من ارادت خاصی با استاد داروش سماواتی دارم و بازی های ایشون رو بسیار تا بسیار دوست دارم، ولی تو زندگی استاد سماواتی کسی مثل شما نبوده. سینما خیلی سختی داره، خیلی. بله، همه اینا رو میدونم. فردا همین موقع بیا، من ببینم چی کار میتونم بکنم. جدی؟ ممنونم خانم سدید، ممنونم، خیلی ممنون خانم سدید، این بار شانس با من بود. ممنونم، ممنونم. کجایی ژیلا؟ سلام. تقدیم شما. بیا تو ماشین، اینا بگیر. ممنون. پیش کدوم کارگردن میخوای منو ببری؟ اول میریم یه دست لباس خوب برات میخریم، بعدم میریم پیش یکی از کارگردانای خوب سینمای ایران. سلام خانم سعید، خیلی خوش اومدین. خوبی غزاله جون؟ طرفای ما اومدین. خواهش میکنم، دلم برات تنگ شده بود غزاله جونم. آره منم همینطور خانم سعید. خواهش میکنم عزیزم، تماس بگیرم برای فیلم بعدی. میخواستم یکی از نقشه اصلی فیلم فرودگاه رو برامون بازی بکنی خانم سعید. من که همیشه هستم، اما امروز به خاطر یه مورد ویژه اومدم پیشت غزاله جون. چه موردی عزیزم؟ اومدم از نزدیک زیارتت کنم. سلام خانم سعید. بله خوشبختم. آقای نیما بهمنشو آوردم معرفی کنم بهت. ایشون یه استعداد خاص بازیگری تو وجودش هستش، دوست دارم از این استعداد تو فیلمات استفاده کنی، مطمئنم ایشون موفق میشه، من به آیندهش امیدوارم. آقای بهمنش خیلی باید خوشحال باشین، استاد سری هر کسی رو معرفی نمی کنن به ما. مرسی، خیلی ممنون. بسیار خوب، باشه، حتما خانم سعید از وجودشون استفاده میکنیم و ما در خدمت هستیم. قربونت برم، دوستت دارم. و شما بازیشو پسندیدین؟ آره، نیما بهمنش در بین بازیگره من بازی قابل قبولی داشت و همه راضی بودن ازش. پس پسندیدین. جون نوبت منه. بری بچه طرف من. داستان رومانتیک من. باشه تو بگو عزیزم. گفتی آرمان خوشحال شد چون که دید پری حرفای دیروزش رو از یاد برده و باز براش کلی نوازندگی کرد.
آره اون شب پری خوابش نمی برد و همش به حرفای آرمان فکر می کرد. ببین ما خیلی با هم صحبت کردیم عزیزم، حالا نمیدونم تو چرا حرفای من رو یادت نمیاد، اما من دیروز اومدم و روزهای دیگه هم همیشه میام به تو ابراز علاقه میکنم. واقعا چرا هیچی یادم نمیاد؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا از دیروزم هیچی یادم نیست؟ وای من میترسم. کیه؟ صدای چیه؟ خوشمزه رو میکشم بیرون. چی میخوای؟ چی بخواب؟ برو بیرون. بخواب کاری ندارم. اونو بسیار دارم. من چی میخوای؟ برو بیرون. هیچی. ناراحت نباش. بخواب. چی کار داری با من؟ پری چی شده؟ آدر تو بخواب. هیچی. پری سایی چی؟ هیچی من کاری نکردم. تو اتاقا من چی کار میکرد؟ برای چی اومده بود تو اتاقا من؟ چی دستش بود؟ من چی کار میکرد؟ من میترسم. برای چی اومده بود تو اتاقا من؟ وای گند زدم. این چه کاری بود آخه من کردم آده؟ امشب آبروم رفت. وای سردرد دارم شدید. وای چی کار کنم؟ انگاری شی شده، شیونی به راه انداختن اینا دوتا. چی کار کنم؟ چه نقشه بکشم؟ بذار کم فکر کنم. اوه صداشون رو نگاه کن، چه صدایش. گم میزدن چطوری جمعش کنن؟ حالشو میگیرم عادلو، تو نگران نباش. الان میرم سراغش، قصه نخور عزیزم. عادل چی میخوای اجوری خواهر من؟ هیچی، کاری نکردم که. چرا میری ازیتش میکنی؟ نیت بدی نداشتم که یه از سر کنم بزن صحبت کنم دیگه، همش حرف میزنی. چرا نصف شبی رفتی سراغش؟ جواب بده. چرا ساکتی؟ جواب بده. جواب بده گفتم. بذار. چرا ساکتی؟ خودتو توجیه میخوای بکنی؟ علتش این بود که من میخواستم پشت پنجره اتاقش حرفای نامربوط میزدم، از راه به درش میکردم. من اومدم کمکش کنم، مغزشو پاک کنم. همین بود. عزیزم من هم تو رو دوست دارم، هم اونو دوست دارم. دوست داشتم زندگی خوبی داشته باشه. راست میگی؟ آره گلم. بشین. ای بابا راست میگی؟ همین بود. حرفی ندارم که بزنم. چیکار کنم؟ عجب آخر. این حقیقته؟ هدف سویی نداشتم. عجب. که عزیزم بشین یه خورده آروم فدات بشم باش. عزیزم آدم خیلی نگران شدم عزیزم. حقیقتش نمیتونستم به تو بگم که این پسرهای کوچه براش مزاحمت ایجاد میکردن، میومدن پشت پنجره اتاق حرفایی میزدن، کارو میکردن، از راه به درش میکردن. من هم تو رو دوست دارم، هم اونو دوست دارم. دوست دارم زندگی عزیزم. خوبی برای جفتتون درست کنم. مرسی که فکر من و خواهرم هستی. هدف من خیر بوده. مرسی. وای عجب آدم زبون بازیه این عادل. آره فردای اون روز آرمان باز اومد به دیدن پری جون، اما با کمال تعجب دید پری همه اتفاقات روز قبل رو یادشه. راست میگی؟ آره. سلام. من دیشب متوجه شدم شوهر خواهرم با جارو مغزی حافظه کوتاه مدت منو پاک میکنه. دیدی من همش بهت میگفتم برات میام ساز میزنم هر روز عشق من، ولی تو یادت نبود. ببخشید شما به من میگید عشق من، مگه بین ما رابطه ایه؟ مگه؟ آره رابطه هست، ما همو میشناسیم. من هر روز میام برات ساز میزنم با این سازایی که میبینی، دف، تنبک. امروز هم اومدم برات ساز بزنم چون میدونم سازو دوست داری. آره من ساز دوست دارم. یعنی تو همیشه برای من ساز میزدی؟ آره الانم برات اومدم ساز بزنم عشقم، اما الان خوشحالم از این که میبینم تو منو به یاد داری و منو از یاد نبردی. اما هر روز به من میگفتی شما کی هستی، اما امروز نگفتی. ببخشید شما کی هستی؟
پری اذیت نکن دیگه، من میخوام به عشق خودت ساز بزنم، تو دف خیلی دوست داری. مرسی. متشکرم که برام ساز میزنی، خیلی قشنگ ساز میزنی عزیزم. من هر روز برات میزنم و تا آخر عمر برات ساز میزنم. من عاشقتم پری، عزیز دلمی. یعنی اینقدر منو دوست داری؟ آره من عاشقتم پری. میدونی چیه پری؟ بله عزیزم، من واقعا نگرانتم. چرا؟ برای چی؟ اجازه میدی من بیام خواستگاری؟ خواستگاری من؟ ما باید همدیگر رو بشناسیم. آره عزیزم، ما همدیگر رو میشناسیم. یعنی شما همه چیز منو میدونید؟ آره عزیزم، من از شما چیز زیادی نمیدونم. من پدر و مادرم سالا پیش فوت کردم، تنها زندگی میکنم. اجازه بده بیام خونتون واسه خواستگاری. من تو رو واقعا دوست دارم، عشق من به تو عشق کمی نیست، من تو رو خیلی دوست دارم. من امشب میام خواستگاری عشق من. باشه، اما من باید با خواهرم صحبت کنم. باشه صحبت کن. من امشب میام خواستگاری، منتظرم باش عزیز دلم. باشه، مرسی، مراقب خودت باش. یو راستی آدم به خاطر اون کاری اشتباهش از پری عذرخواهی کرد؟ منظورت همون حافظه کوتاه مدت پری رو میخورد؟ آره، آدم خان چایی ریخت و برد برای پریسو و پری جون. پری جان زیاد تو اتاقه نشید، باشه من این بر میشینم. پریسا با شما بفرما. خواهش میکنم پری خانم. مرسی. بفرمایید. ببخشید دیگه نمیخوام. دلگیر نباش از من، برای خودت بودی عزیزم. ببخشید ترسوندم. ببخشش عزیزم. باشه، بخشیدم. خیلی ممنون ازت، مرسی. هر چی بوده به خاطر خودت بوده، باور کن عزیزم. متشکرم. حالا بشینم درباره سفر شما با هم دیگه یه برنامه ریزی کنیم. ایس دوستان منو خراب کردی. بذار منم بگم دیگه. بگو. خوب بگو عزیزم. البته من داستان رومانتیک دوست دارم. داستان منم رومانتیکه. اصلا رومانتیک نبود، نیما تغییر کرده بود.
بازی سنگینی در دل داشت و نتونست این رازو تو سینش حفظ کنه و رفت دیدن خانوم سری. باز که اینجایی؟ آخه چی بگم، چطوری بگم؟ خب بگو، حرفتو بزن. بگو، قول بده ناراحت نشی. نه ناراحت نمیشم، بگو. آخه میترسم ناراحت بشی و ترکم کنم و دیگه جوانو ندی. چیه؟ دردت چیه؟ بگو به من. چطوری بگم بهت؟ یه جوری فکر کنم عاشقت شدم. چی؟ نیما چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو نیما. هیچی. نیما میدونی که ما با هم همکاریم؟ آره میدونم. تو الان یه بازیگر خوب شدی نیما. من چیزی فراتر از بازیگری میخوام. حد و مرزمونو باید بشناسی نیما، خجالت بکش. چطوری بگم؟ بگو. چی بگم خواه؟ دلم به دلت اتصالی کرد. نیما چی گفتی تو؟ یه بار دیگه تکرار کن. چجوری بگم؟ دوستت دارم. هیچ فقط این حرف رو نزن. اینجا من و شما همکاریم. تو بازیگری میخواستی و بازیگر شدی نیما. نیما برو، شیلا خواهشم نرو، من چشم دوستت دارم. شیلا نمیخواد دور شو. اصلا از این موضوع خبر نداشتم. خانم صدید لای منگنه عجیبی قرار گرفته بود. یه طرف فکر پدر و یه طرف هم فکر به آینده خودش. حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، شم دانه شم دانست که جان دادن پروانه ز چیست. آره غزاله جون، خانم سعدی میرفت پای پنجره از اون به بعدا، اما حاضر نبود که با نیما صحبت کنه چون حرفای نیما براش خیلی سنگین بود. اوه چه اینکیم زده. عجب، چی بگم من بهت؟ بابا تو آبرو نذاشتی برای من بمونه. بازیگری میخواستی بازیگرم شدی دیگه. قشنگ نشسته برای خودش. برو بابا برو. دخترم. بابا جون بفرما. ببین این پسره که بردی بازیگرش کردی. کدوم پسره بابا؟ هنوز واسده اونجا. خب منتظر ماست. ببین گناه داره. ای بابا به ما چه؟ این همه آدم همش بیرون تو سرمان. آخه این پسره مثل همه نیست بابا، اون به خاطر ما اومده، زیر بارون واسده. بابا اصلا به ما مربوط نمیشه که. این با همه فرق نداره. من میگم این بنده خدا فرق داره. چتر یادت نره. Gira, gira!
من نمیرم، من وای میستم. اگر برفم وارد یرگم دوباره، من هستم. چرا اینجا وایستادی؟ نیما سرما میخوری یا؟ طوری نیست. تو چه بچه مشترکی داریم عزیزم؟ ما برای تو همه کار میکنم، همه کار. چقدر جالب. دیدی دوستان منم رومانتیک بود؟ چقدر پوز میدی یا؟ آره عزیزم، خیلی زیبا بود. اه راستی، توی داستان شما آرمان بالاخره با پری ازدواج کرد؟ درو باز کنم یا باز نکنم؟ وای اومدی؟ پری، 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 من اومدم به دیدنت پری، عشقت اومد به دیدنت پری. آره ببین، ببین چه گل قشنگی برات آوردم پری. مرسی. برات گل آوردم پری، گل، گل، گل. ممنونم. برای خودت آوردم پری عزیزم، تقدیم با عشق پری. مرسی. خوشبوه شما. مرسی، مرسی. اول مورد که دارم گل میبینم، چقدر گل قشنگیه. ممنونم که گل به من داد، منم اینو تقدیم میکنم به شما. خوشبو. ولی تقدیم به شما. مرسی، مرسی عزیزم، خیلی عالیه، ممنون عشق من، خیلی زیباست. من بشینم، من این گلو تقدیم میکنم به عشق، به عشق عزیزم، به زیباترین موجود هستی. این تقدیم به شما. مرسی، مرسی، مرسی خوبه من، مهربونم عزیزم. چه حس قشنگی کنار تو بودم پری، تقدیم میکنم با عشق. خیلی خوشبوه. چیکار اینا رو نگاه کن، مال شما. چیکار میکنم؟ مرسی، مرسی خوبه من، مرسی، مهربونم. امروز خیلی داره خوش میگذره. این گل مال تو عزیزم پری. پری، 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 این گل مال تو. پری از تو دیگه انتظار نداشتم. امروز امروز خیلی داره به من خوش میگذره. پری مال شما. خودتی عزیزم. مرسی. خجالتم نمیکشه. مرسی. تو خونه ای ما. این گل فقط به یه نفر میخوام بدم، فقط به خودت میخوام بدم این گل. باشه بیا، بیا بده من اینو. خوب کردی عادل. بس کن دیگه عادل جان، گلمو گرفت. خجالت بکش، موهن که واسه پری گرفتم، واسه عشقم. چه بوی زیبایی داره پری جون. یه بار تقدیم کنم به عشق خودم. خیلی ممنون. نفسم. ممنون عزیزم، مرسی. فدای تو بشم، گلمون رو زورگیری کردم. زندگی با تو زیباست گلم. گلم من برای تو آورده بودم. خیلی، خیلی خوبه، خیلی. محفظ بشم. مرسی. تو خودت گلی. تقدیم به خودت عزیزم. تقدیم به تو بود، نه من. مال خودت عزیزم. زیبایی، بوی زیبایی. خواهش میکنم. بگیر گلم. دست درد. خودت البته گلی. فدای تو بشم. چه بوی. این مال خودت عزیزم. همیشه دوست داشته، همیشه دوست داره عزیزم. مرسی. چه بوی زیبایی، تقدیم به تو. لطف کردی. چقدر عاشقانه.
آها، حتما شما با خانم صدی طبقه بالا کار دارید. اوه چه اینکی هم زده. گلمونو زورگیری کردم. زندگی با تو آخه میترسم ناراحت بشی و ترکم کنم و دیگه جواب رو ندی. مرسی که فکر من و خواهرم هستی. هدف من خیر بوده، هر چی بوده به خاطر خودت بوده، به خاطر خودت بوده. باور کن عزیزم، من دیگه نمیخوام ببینم اتون، دیگه نمیخوام. پری ببخشی. وای نه پری، وای نه پری. پری عشقم، یه نگاه میکنی به من پری؟ مرسی پری، 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 پری. گرمه رو چیزی قدا کنه. پیدا نیستم من؟ آره قشنگ پیدا هم آره من پیدا هم چشم این هم قشنگ الان دوربینم خم شده. این هم دوربین آره چشم دوربین رو داریم.